کتاب آثار البلاد اخبار العباد گزارش شده که در انطاکیه، یعنی امروز انطاکیه به ترکیه تعلق داره، روزگاری به روم تعلق داشت و فکر کنم سلوکوس هم بنیان گزارش بود. به هر حال میگه در انطاکیه صنفی از موش وجود دارد که گربه از گرفتنش عاجز است. صنفی از موش که گربه از گرفتنش عاجز. نگاه کنید به نظرسنجی تلویزیون پارس. همیانانم پیش از این نگاه کردم به سایت مردم ریپورت، چیزی حدود 17,000، الان بیشتر از 17,000 نفر خیلی اشتیاق نشون داده بودن به انجام یک نظرسنجی مستقل از سوی ایرانی ها درباره وضعیت ایرانی ها در ایالات متحده آمریکا. از شما پرسیده شد در سایت تلویزیون پارس که آیا شما مورد تبعیضید، آری یا نه. 97% میگویند خیر، 3% میگن آری. 97-3. خواهش میکنم مقایسه بکنید با نظرسنجی زاگبی. 82% ایرانی ها نگران تبعیضند و 57% اونها میگن که به خاطر قومیتشون مورد تبعیض مردم آمریکا، یعنی بیشتری توهین رو دارن از جانب ما به مردم آمریکا میکنن، به شهروندان این سرزمین. و همه ما میدونیم که این ارقام چقدر نادرسته، خود این نظرسنجی نشون میده و مجموعه واکنش‌هایی که مردم چه در بالاترین سایت بالاترین نشون دادن، چه در ایران شهر نشون دادن و چه در خبرنامه گویا. آیا به نظر شما در آمریکا نسبت به ایرانیان ساکن این کشور تبعیض قائل می شوند یا تبعیض روا می شود؟ می تونید تماس بگیرید همیانانم، هم از طریق تلفن هم از طریق سایت نظرتون رو اعلام بکنید. ممنون، تشکر. اما برویم به سراغ گزارش ها و خبر. ما همیشه گفتیم که سیاست غربی ها به این لحاظ غلط از آب در آمده، ببینید در برابر تندروهای مذهبی که همیشه اشخاص رو هدف قرار میدن، یعنی با داعش می جنگن نه با تفکر داعشی. خبر اینی که متاسفانه در اتحاد ائتلافی که بین داعش و طالبان در افغانستان پدید آمد، ما دیروز چند ساعت پیش نتیجه‌اش رو دیدیم، در شمال افغانستان 57 غیر نظامی رو کشتن. فرماندار محل هر چی التماس داری میکنه از مرکز برای اعزام نیروهای امدادی، تا به حال هیچ اقدامی از سوی کابل صورت نگرفته. جنگ ادامه داره و نشون میده که داعش درسته موسر رو از دست داد، رقه رو داره از دست میده، دست کم بخش‌های از رقه، هنوز 2000 داعشی در اونجا هستن و معلوم شد که 5000 دختر و زن به داعشی پیوسته بودن و در خدمت داعش بودن. داعش امروز در میاندانائو، جزیره میاندانائو در فیلیپین، صاحب قدرت فوق‌العاده، توسط یک شهر نیم میلیونی رو، شهر و قومش رو در تصرف بگیره و صاحب قدرت بشه، یک قدرت دریایی قابل توجه در نواحی در آبهای منطقه، بکنید منطقه آسیا. این به اصطلاح نتیجه جنگیدن با داعش، نه با تفکر و فرهنگ داعش. اینا جا به جا میشن و خب خطر حضور داعش در اروپا رو هم افزایش میدن. و اما یه خبر خوب دارم برای تمام فناجویان. در آلمان چند روز پیش یک مسلمان تندرو توی یک سوپرمارکت در هامبورگ با قمه حمله کرد به مردم بینوایی که در اونجا بودن. یه نفر رو کشت، بقیه رو مجروح کرد. در این وسط چند تا خارجی وارد عمل شدن، یکی از اونها جوان 21 ساله به نام یعقوب عرب، 21 سالشه. چی کار بکنه در برابر یه آدمی که قمه دستشه؟ صندلی رو برمی‌داره ازش به عنوان سپر استفاده میکنه. خلاصه با همکاری شما دیگه از پناهجویان، این پناهجوی نابکار رو دستگیر میکنن و تحویل پلیس میدن. امروز اعلام شد که از او به عنوان قهرمان یاد میشه، برای همیشه میتونه در آلمان بمانه. آقای یعقوب عرب اهل افغانستان، 21 ساله که درخواست پناهندگیش رد شده بود و
این درخواست رو چندین بار تمدید کردن ولی قرار بود از آلمان اخراج بشه. دیروز بهش خبر دادم، میگم که او عکسش هم همه سراسر آلمان چاپ کردن و منتشر کرد و واقعا هم این کار قهرمانانه کرد. آفرین. در برنامه امروز همینان با کی هستیم؟ با آقای دکتر محسن سازگارا. دکتر سازگارا از تحلیلگران برجسته مسائل ایران، ایران رو خوب میشناسه. داشتم الان به دکتر سازگارا گفتم آقای خانم مگرینی نگاه کنی. خانم مگرینی یه روز روزی روزگاری اینها به گروه های افراطی چپ تعلق داشتن. اینا معتقد بودن نظام کاپیتالیستی اروپا رو باید براندازی کرد، از ریشه بیرون کشید. فیشر یکی از اونها بود که بعد شد وزیر خارجه آلمان. بسیاری از اونهایی که روزی اعتقادی به فعالیت های قانونی نداشتن گفت ما اپوزیسیون قانونی نیستیم، ما اپوزیسیون غیر قانونی هستیم. چرا؟ چون این نظام غیر قانونی است، نظام کاپیتالیستی غیر قانونی. اینا بعدها به قدرت رسیدن، یکی وزیر خارجه شد، یکی حزب سبزها رو اختراع کرد، اعضا بیشتر رفتن تو اون گروه ها. برخی از اونها که معتقد به عملیات مسلحانه بودن بعدها تن دادن به قوانین اروپا، رفتن عضو اتحادیه اروپا، جزء پارلمان اروپا شدن، فعالیت کردن و سعی کردن دیگه از مسیر قانون به هدفهای خودشون برسن. ولی جالبه که وقتی اینا به قدرت چپهای افراطی در تبلغگویی، در نزدیک شدن به گروه های استبدادی در دنیا، نیروهای استبدادی سنگ تمام گذاشتن. سنگ نگاش کن، خانم مگرینی تو مجلس از این سلفی میگیرن، دورورش جمع شدن و این هم آخوندهایی بودن که میگفتن زنها باید ساکن خانه باشن. ببینید چه فریاد هم میزدن، مرگ بر آمریکا، زنده باد اروپا. مرگ خانم مگرینی هم شستش رو به علامت موفقیت ظاهرا به اونها نشون داده، شستش بالا بود اینجوری، یعنی درد فهمیدن و اظهار عشق و علاقه نسبت به گروهی که میدونیم که در مملکت ما چه کردن. آقای دکتر سازگارا درود بر شما. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما های میبودی، خدمت همه بینندگان عزیز. ابتدا عذرخواهی میکنم از این که به دلیل کاری که پیش اومده بود و بود در دفتر یکی از دوستان، اون هم غیر رسمی، دارم خدمتتون میرسم. عذرخواهی میکنم از شما و بینندگان عزیز. و جای آقای دکتر رفعت هم خالی است، ظاهرا کسالتی داشتند، امیدواریم که هرچه زودتر بهبود حاصل کنند. و گفت تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد. واقعا جای رفعت خالی است. فکر میکنم که رفتن ایام تعطیلات با بچه ها کنار دریا احتمالاً آره باعث شده که دوست ما سینه پهلو کنه و طبعه خیلی شدید، خیلی شدید. حالا امروز میدونم که از بیمارستان دارم بیرون میان و هفته آینده امیدوارم که با این دوست فریخته و نازنین باشیم. یا چه خانم چی فروغ میگفت که من از این واژه فریخته خیلی بدم میاد، راستم میگه که کج و کولر، فرزانه شاید بهتر باشه. فریخ. خب دکتر سازگارا بیریم بر سر ایران. بحث در ایران بر سر این چینش کابینه و حرفه آقای خاتمی هم به نظرم خیلی شنیدنی است. چقدر پوان دادن به رهبر جمهوری اسلامی، گفتن این چینش باید زیر نظر رهبری باشه، مطالبات مردم هم لحاظ بشه. در خدمت شمایی، بفهم. بله، من اجازه میدید اول یک ناخونک کوچیک به بحث ابتدایی شما بزنم اگر اجازه بدید. خواهش کنم، بفرمایید، بفرمایید. یکی واقعا مسائل در افغانستانه که حمایت جمهوری اسلامی از طالبان که نیویورک تایمز یک گزارشی داده بود دیروز که در درگیری که طالبان داشته وقتی کمک خواستند و هلیکوپترهای امریکایی رفتند به یاری قوای دولتی و مواضع طالبان رو بمبارون کردند، 4 کماندوی ایرانی هم در سوی مقابل کشته شدند در سمت طالبان. یعنی مدت هاست دولت افغانستان گله کرده که تجهیزات ایرانی، سلاح‌های سنگین ایرانی و انواع اقسام
مواد منفجره و غیره ایرانی به طالبان میرسه از طریق ایران، ولی دیگه این که نیروی مستقیم هم اونجا باشه واقعا یک فصل جدید خواهد شد. به هر حال جمهوری اسلامی روی سیاست کلان امریکا ستیزی و حداکثر دردسر رو درست کردن برای امریکا که در عراق دنبال کرد، در افغانستان هم داره همین کار رو میکنه و به کمک روس‌ها مشکل ایجاد میکنه. در عراق هم آقای میبودی تحولات مهمی داره میشه، برای اینکه آقای مقتدا صدر به عربستان رفت، زمانی متحد ایران بود جیش المهدی و جدا شده الان از ایران و خواهان خلع سلاح گروه های شبه نظامی از جمله هشت و شعبی و سپاه بدر شده که به ایران نزدیکن. عمار حکیم هم که پسر است عبدالعزیز حکیمه و اصلا در ایران به دنیا آمد و بزرگ شد و در مجلس اعلی انقلاب اسلامی به ایران نزدیک بود، جدا شد از مجلس اعلی و حزب حکمت ملی رو تأسیس کرده و خلاصه داره یک ائتلافی بین صدر و عیاد علاوی که مورد احترام اهل تسنن هم هست و نوعی فعال سکولار در عراق هست، محبوبیت هم داره و از یک طرف و احتمالاً عمار حکیم هم بهشون به پیونده داره تشکیل میشه و در سوی دیگه آقای نوری المالکی که مورد حمایت ایران بود، نخست وزیر بسیار ناکارآمد و حتی فاسد عراق میشه گفت که سالها مورد حمایت ایران بود، به هشت و شعبی و همین سپاه بدر و غیره داره نزدیک میشه. سفری هم به مسکو داره آقای نوری المالکی و این وسط حیدر عبادی هستش که به مراسم تحلیف آقای روحانی هم نیامد. حیدر عبادی به هر حال نخست وزیری است که خودش جایگاه خودش رو داره و در انتخابات آینده بعد دید حیدر عبادی مستقل میسته یا به کدام یک از این دو قطبی که در عراق شکل گرفته نزدیک خواهد شد. اما به هر حال این تحولات رو فکر میکنم باید از نزدیک در دو همسایه شرقی و غربی ما دنبال بکنیم، برای اینکه ماجراجویی های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و آقای خامنه‌ای در این دو کشور تا الان میلیاردها دلار هزینه ملی در پی داشته به قیمت جان هزاران تن از شهروندان این کشورها تمام شده و به نظر میرسه که پایانی هم نداره. اما در خصوص ایران بعد از مراسم تحلیل که خب البته با اون آبروریزی عکس سلفی گرفتن با خانم موگرینی و به نوعی میشه گفت تازه به دوران رسیدگی و ندید بدیدی نمایندگان توأم بود، به هر حال انجام شد و قرار است آقای روحانی فردا سه‌شنبه کابینه خودش رو به مجلس بده. مجلس هم تا یه چهار روز کاری اونها رو رسیدگی کنه و رأی اعتماد یا عدم اعتماد بده به وزرای آقای روحانی. در کابینه تا اونجا که معلوم شده بیشتر کابینه امنیتی تر شده، اطلاعاتی تر شده، چون در دوره قبل هم مجموع وزرا و مشاورین و معاون آقای روحانی ما 16 نفر از اعضا و مسئولین سابق وزارت اطلاعات رو داشتیم، ولی الان این کابینه جدید مثل مثلا وزیر ارتباطات پیشنهادی آقای جهرومی که محمد جواد جهرومی که داره معرفی میشه اصلا مسئول شنود وزارت اطلاعات بوده، اونم در جریان سرکوب مردم در سال 88. یا معروفه که آقای خامنه‌ای تک تک وزرا رو دست گذاشته، از جمله وزیر علوم رو 9 گزینه رو رد کرده، امثال آقای فرجی دانا و غیره گفته نه خیر اینها سال 88 به اصطلاح آقای خامنه‌ای با فتنه بودن، طرفدار حرکت مردم بودن و به هر حال نهایتا نظر ایشون اعمال شده. البته قسمت خوب کابینه این است که آقای پور محمدی به هر حال مثل که کنار گذاشته شده
ولی قسمت بدش این است که نه از اهل تسنن در کابینه خبری هست، نه از زنان خبری هست، نه عرض شود که پاره سمت ها آدم های شایسته ای گذاشته شد. مثلا آقای محمد شریعت مداری که سالها معاون وزارت اطلاعات بوده و اخبار بسیار بدی هم در خصوص انواع فسادهای مادی و اخلاقی و غیره ایشون هست، قرار بره در رأس وزارت صنعت و معدن و تجارت که خب در واقع کل تجارت و بیزنس کشور اونجاست. علی‌ای حال باید نگاه کرد ببینیم فردا بالاخره لیست نهایی آقای روحانی چه خواهد شد، ولی اونچه که آقای خاتمی در جمع نمایندگان ادوار مجلس امروز گفته که باید به هر حال خواست رهبری، ملاحظات بین المللی و خواست مردمی که رأی دادن لحاظ بشه. حالا اون قسمت رهبریش که به نظر من ایشون خواسته خیلی عملگرایانه حرف بزنه، گفته به هر حال رهبری هست، ولی واقعیت این است که دخالت رهبری در چینش کابینه خلاف قانون اساسیه و بعد یک جای جلوی این رهبر بیستن این آقایون رؤسای دولت‌ها. خود آقای خاتمی که نایستاد، آقای روحانی هم نایستاده و دخالت‌هایشون حد و مرزی نداره. ولی اون قسمتش که مطالبات مردم هست، خب کمتر میشه گفت که تغییر به نفع مردم. عرض کردم گروه‌هایی مثل اهل تسنن ایران یا اقلیت‌های قومی مثل مثلا کردهای ایران، بلوچ‌ها یا زنان که نیمی از جمعیت کشور هستن حاضر نیستن. به هر حال از 18 عضو هیئت دولت وزرا 9 تاش عوض میشن، ولی بیشتر یا جابجایی صورت گرفته از اینجای دولت به اونجا. مثلا رئیس دفتر ایشون قرار بره وزارت دارایی، آقای نهاوندیان و آقای واعظی از وزارت ارتباطات به رئیس دفتر ایشون، یه تعدادی هم از معاونای وزرای فعلی وزیر شدند و جابجایی در حد معاونت به وزارت در وزارتخانه ها صورت گرفته. به هر حال من هم فکر نمی کنم، حالا باید نگاه کرد تا هفته آینده که ما خدمتتون برسیم، دیگه مجلس هم نظرش رو داده و ترکیب کابینه رو میشه قطعی نظر داد، ولی تا اینجایی که شنیده شده و گفته میشه، من هم فکر نمی کنم که 24 میلیون نفری که با آقای روحانی رأی دادند این کابینه منعکس کننده نظراتشون باشه و دست کم ایشون میتونست 24 تا آدم به انتخاب کنه که به خواست اکثریت مردمی که رأی دادن نزدیک باشه. تشکر میکنم. خب و اما بپردازیم همیانانم به موضوع مناسبات ایران و ایالات متحده آمریکا. آقای ترامپ خواهان بازرسی شده از پاره اماکن نظامی ایران. در ایران پاره از مسئولان گفتن این خواب و خیاله، یعنی در واقع دارن راه را هموار میکنن برای اینکه آمریکا سیاست جدی در این زمینه اتخاذ بکنه، چون پیشبینی هایی در برجام هم شده بود برای بازرسی در ایران. این یک مضاف بر اینکه رفتن جنرال کلی خیلی از عادات در کاخ سفید داره به هم میریزه. 4 مورد رو ایشون مورد تاکید کرد. از این پس کسی نمیتونه در اتاق رئیس جمهور باز کنه بره تو، هر چیزی که رئیس جمهور بگه اعتراف باید قبلا مجموعه گزارشات بره در دفتر آقای کلی و دستیاران ایشون بررسی بشه، بعد وقت گرفته بشه ایشون رو بفرستن به اوال آفیس. در واقع اوال آفیس از این پس یه خط قرمز خواهد داشت برای مجموعه کسانی که در این کاخ هستن، حتی برای ایوانکا. ظاهرا خانم ایوانکا دختر آقای ترامپ برخی از قرار مدارها رو او میگذاشته برای کسانی که میخواستن با پدرش دیدار کنن، این هم ملغا شد. دیگه اگر خانم ایوانکا میخواد برای کسی قرار بگیره باید به آقای کلی مراجعه بکنه و این نشون میده که کاخ سفید بعد از بازگشت آقای ترامپ 17 روز رفته مرخصی وضعیت دیگری به خودش خواهد گرفت. اما سوالم از آقای دکتر محسن سازگارا اینه که اگر ترامپ پا رو بکنه تو یک کفش که من میخوام بازرسی نظامی بکنیم از ایران، حق کشورهای غربی است، ایران از همین لحظه شروع کرده به اصطلاح به تمسخر این درخواست،
میخوام ببینم فکر میکنید در پایان چی بشه؟ اینا که دارن راه رو هموار میکنن برای اتخاذ یک تصمیم سفت و سخت و عصبی علیه ایران. والا در جریان مذاکرات هسته‌ای هم آقای جان کری بحث پروژه موشکی ایران رو مطرح کرده بود و امکان بازرسی، ظاهرا آقای خامنه‌ای گفته بوده این خط قرمز ماست و به هیچ عنوان پروژه موشکی ایران و تاسیسات نظامی ایران رو برای بازرسای بین المللی باز نخواهند کرد. فکر میکنم روی این موضع با توجه به حرفایم که سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت، ایران پافشاری خواهد کرد و خواهد ایستاد. خیلی هم آقای میبودی وجهی نداره که یک کشور خارجی یا یک مجموعه بین المللی حتی مثل سازمان ملل بخواد که بره تاسیسات نظامی یک کشور عضو رو بازرسی بکنه. به لحاظ حقوقی هم خیلی وجهی نداره و حق با ایرانه اگر بگه که به هر حال اجازه نمیدم بیان و تاسیسات من رو بازدید کنه. ولی مشکل و تنش بین جمهوری اسلامی و امریکا با توجه به اینکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شخص آقای خامنه‌ای سیاست‌های مداخله جویانه در منطقه رو ادامه دادن از بعد از امضای برجام، چیزی که به قول امریکایی‌ها میگن روح برجام این بود و هست در بندهای برجام هم که رفتار ایران تغییر بکنه، ولی تغییری نکرد. یعنی ایران در یمن، در بحرین، در عراق، در افغانستان، در سوریه، در لبنان، در اسرائیل کماکان دخالت میکنه، یک پای دعواست و اون مشکل شیعه سنی رو در واقع داره راهبری میکنه. و در سوی دیگه البته عربستان هم که در یمن محضور امنیتی جدی داره وارد گود شده و همین ماجراهای عراق که صحبت کردیم، خب آقای مقتدا سعد با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان ملاقات کرد و عربستان هم به این نتیجه رسیده که بخشی از شیعیان رو به اصطلاح جذب بکنه و یک بلاک کلی شیعه سنی رو درست نکنه و سعی کنه ایران رو مدافع کل شیعیان به رسمیت نشناسه. این ماجرا، یعنی این کارهای جمهوری اسلامی و این به اصطلاح امریکایی میگن بست نفوذ در منطقه و کسب هژمونی در منطقه، این خب باعث شد که هفته گذشته نهایی شد دیدیم قانونی در مجلس امریکا گذشت و به امضای آقای ترامپ هم رسید با 419 رأی در مجلس نمایندگان تنها در برابر 3 مخالف و 98 سناتور تنها در برابر 2 مخالف در مجلس سنا، و بعد از امضای آقای ترامپ هم حالا شده قانون، یک قانون 72 صفحه‌ای که 10-12 صفحه‌اش راجع به ایرانه، الباقی خب راجع به روسیه و کره شمالی هم هست. اون قسمت ایرانش رو که شما نگاه میکنید، اصلا عنوانش هم هست مقابله با بست نفوذ ایران در منطقه. شاه بیتش در واقع این است که میگوید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مدافع تروریسم در منطقه است و پشتیبان سازمان‌های تروریستی است. این از اون ماجراهایی است که آقای میبودی اگر طی 90 روز آینده که دولت موظف برنامه اجرایی این قانون رو به کنگره ارائه بکنه سفت بگیره دولت ترامپ و دستش رو محکم خلاصه روی این بگذاره، اون وقت میدونید سازمان تروریستی شناختن سپاه باعث خواهد شد که مثلا هر بانکی در ایران یا در هر جای دنیا با سپاه کار بکنه میتونه مشمول تحریم امریکا بشه، حتی بانک مرکزی ایران. هر کسی که در این سازمان خدمت بکنه و مرتبط باشه باهاش هم میتونه مشمول تحریم امریکا بشه. هر
مؤسسه و شرکتی که متعلق به این سازمان سپاه باشه یا باهاش کار بکنه هم میتونه مشمول تحریم امریکا باشه. یعنی اگر امریکایی ها، من نمیدونم تا چه حد جدی خواهند گرفت دستگاه اجرایی امریکا این قانون، ولی اگر به اصطلاح کارت رو بخوان تا استخوان پایین ببرن و متکی به این قانون سفت بگیرند، اون وقت واقعا کار به نه فقط سپاه پاسداران و آقای خامنه ای که اتفاقا مؤسسات زیر نظر ایشون هم خیلی با سپاه یا بده بسون دارن و ده ها شرکت و مؤسسه در حوزه های مختلف نفت و گاز و بانک و غیره و غیره، مخابرات و غیره، سرمایه گذاری های مشترک دارن، نهادهای زیر نظر آقای خامنه ای و سپاه، و اگر سفت بگیرن امریکایی ها، سخت بگیرن روی این، اون وقت به نظر من دو گزینه پیش پای ایران میماند: یا باید سپاه بالکل از تمام فعالیت اقتصادی بره بیرون، و اتفاقا موضعی که به نظر من اگر دولت روحانی برش پافشاری بکنه کار خوبی است و محکم بیسته که باید برن بیرون، به قول آقای روحانی دولت با تفنگی که وجود داره، و اگر نکنند این کار رو، اون وقت از قبل این قانون میتونه تحریم های به ایران تحمیل بشه که ای بسا سخت‌تر از تحریم های هسته‌ای باشه، چون این بار پای تروریسم هم در میاره. و اروپایی ها یا چین یا روسیه، به خصوص روسیه که نقطه امید آقایون سپاهی ها و آقای خامنه ایست، اینها هم خیلی کاری از دستشون بر نمیاد، برای اینکه امریکا خیلی ساده چند سال این کارو میکنه، میگه بین اقتصاد 17 هزار میلیارد دلاری بنده، من امریکا، و 400 میلیارد دلاری مثلا ایران در سال، جی دی پی ایران، یکی رو انتخاب کنید. طبیعتا کشورها، شرکتها و غیره، چون همه با امریکا کار دارن، ناچار میشن که اولی رو انتخاب کنن و دستشون از مبادلات با ایران کنار بکشن. اروپایی ها ممکنه غرغر بکنن، ولی نهایتا مؤسسات مالی و اقتصادی و تجاری و صنعتی اروپا تجربه نشون داده چاره ای ندارند. حتی همین رنو که قرارداد 660 میلیون دلاری سرمایه گذاری 60-40 برای تولید اتومبیل های رنو در ایران امضا کرده، اگر امریکایی ها سخت بگیرن، ناچار میشه تعامل کنه یا توتال یا غیره و پاشونو کنار بزن، برای اینکه سپاه همه جای اقتصاد ایران هست و احتمال این که با هر کجای شما کار بکنی یه مؤسسه‌ای به سپاه وصل باشه یا آدم سپاه اونجا باشه یا غیره واقعا وجود داره، و همین هم کمپانی‌های غربی رو محتاط میکنه. روس‌ها هم دوای درد نیستن، برای اینکه روس‌ها خودشون یه کشتی شکستن که شما اگر کشتی شکسته دیگه رو بهش ببندی میره زیر آب. خودش الان مشکل بزرگ اقتصادی داره روسیه، و این تحریم‌های جدید علیه روسیه فشار شدیدتری رو داره رو اقتصاد روسیه میاره، که دیدم امروز آقای لاوروف در واقع یه جور سعی کرده بود نرمش نشون بده و در گفتگو رو باز بکنه با امریکایی‌ها، و دیدیم هم که در ماجرای تحریم کره شمالی هم روسیه و هم چین که حامی اصلی کره شمالی بود با امریکا همراهی نشون دادن و قطعنامه پیشنهادی امریکا رو در شورای امنیت سازمان ملل بهش رأی دادن و یک وفاق جهانی درست شد. به هر حال من فکر میکنم این 90 روز آینده تا اجرای این قانون به اصطلاح نهایی بشه و دولت به کنگره بده طرحش رو برای اجرای اون، 90 روز ملتهبی خواهد بود برای هر کسی که سرنوشت ایران رو دنبال میکنه، و باید از نزدیک نگاه کرد، برای اینکه میتونه خیلی خیلی تاثیرگذار باشه. تشکر میکنم، ممنون. همین آقای قانعی فرد، پژوهشگر مسائل سیاسی اطلاعاتی، زندگی نامه رئیس جمهور پیشین عراق نوشت، مدت ها در بغداد بود و با حضور خود رئیس جمهور،
رئیس جمهور کرد عراق. بعد هم کتاب آقای فلین رو ترجمه کرد. بعد ببین مصاحبه طولانی داشت با آقای پرویز ثابتی راجع به ساواک دوره شاه در قبل از انقلاب. این عازم چی بود؟ ما هم ما بهش گفتگو کرده بودیم. ایشون میاد به مکزیک در دوره‌ای که آقای ترامپ اومده بود بر سر کار و امضای کتاب داشته در اینجا رونمایی از کتاب خودش. متاسفانه میگه که اگه بخواد زیاد منتظر بمونه ممکنه به موقع نرسه به اینجا، یه اشتباه بزرگ میکنه، از طریق مکزیک سعی میکنه وارد آمریکا بشه. درست روزی که آقای فیلین برکنار میشه، مترجم کتاب فیلین، یعنی هم اعتباری کتاب از بین میره، هم دیگه فیلین کاری نیست در کاغذ سفید، و هم اینکه مترجمش حالا در به یه نقطه مرزی اسیر میشه زندان. در زندان دست به اعتصاب قضا زد. امیدوارم هر چیز زودتر آزاد بشه و بتونیم در اینجا ببینیم اون رو، چون قرار بود به اینجا مصاحبه داشتیم بهش و خیلی اسباب تأثیر از این بابت. آقای دکتر سازگارا به من بفرمایید که خلاص امید دارید واقعا روحانی در برابر سپاه بیسته؟ یعنی خودتون فرمودید که الان بیشترین اعضای ترکیبی کابینه از وزارت اطلاعات و دستگاه اطلاعاتی مملکت هم. خب یعنی کار داره سخت‌تر میشه در واقع، یعنی خود آقای روحانی عملا داره محصور میشه و یعنی یه امید به نظرم واهی نیست اینکه یه روز آقای انتظارش آقای روحانی کاری انجام بده. البته در جریان انتخابات ریاست جمهوری ما گزارش‌های متعددی داشتیم که در شهرهای کوچک به خصوص اطلاعات، وزارت اطلاعات با سازمان اطلاعات سپاه درگیر هم شدن. یعنی ببینید از این حیث یه مقدار زیادی جمهوری اسلامی سرنوشت شبیه شوروی سابق شده. درست نمیخوام بگم حالا تاریخ عیناً تکرار میشه، ولی خیلی جالبه مسیری که اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی رفت، که حکومت توتالیتر و اقتدارگرا کاملا از روی اون منحنی که خانم هانا آرنت متفکر نامدار قرن بیستم برای حکومت‌های توتالیتر ترسیم میکنه تبعیت کرد. و جالبه که جمهوری اسلامی هم تا اینجای کار از اون منحنی خیلی خوب تبعیت کرده و الان در فاز سوم حکومت‌های توتالیتر قرار داره. در این فاز آقای میبودی در هسته‌های سخت نظام اختلاف ایجاد میشه، نه فقط مردم، دیگه اکثریتی پشت میکنن و همراه حکومت نیستن، نه فقط در لایه‌های مختلف حکومتی بی‌باور بودن به حکومت و عدم مشروعیت حکومت شکل میگیره، نه فقط فساد گسترده میشه، بلکه در فازهای نهایی میرسه به هسته‌های سخت این نظام‌ها. یعنی محرمترین جای این قبیل نظام‌ها بهش بی‌باور میشن، کارمندان وزارت خارجه‌اش، کارمندان وزارت اطلاعاتش، بین دستگاه‌های اطلاعاتیش اختلاف ایجاد میشه. در کی‌جی‌بی هم همین ماجرا پیش آمده بود و الان این هست که مدت هاست البته بین وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه اختلافه، ولی هیچ وقت اینطور کار علنی نشده بود و سفارایی در رده‌های حکومتی با هم نکرده بودن. آقای روحانی به هر حال همه عمر خدمتش در جمهوری اسلامی در مسئولیت‌های اطلاعاتی و امنیتی بوده و آدم‌هاش همه از آدم‌های اطلاعاتن، دوست و رفیقاشن، چه سالیان که شورای امنیت ملی بوده، چه سالیانی که در مرکز صیغات استراتژیک بوده، بسیاری از اطلاعاتی‌ها در رده‌های مختلف معاون و مشاور و همکار و غیره با ایشون کار کردن، به همین دلیل میره و از همونا برمیداره میاره، ضمن اینکه به سازمان وزارت اطلاعات هم تکیه میکنه. ولی اینی که آیا از پس سپاه برمیاد، آیا اصلا این چیز رو داره، این قصد رو داره که
بیست جلوی این دولت با تفنگ، که البته پشتش هم خود آقای خامنه ای و رهبری ایستاده. آیا برنامه ای داره که دست اینها رو کوتاه کنه؟ تا اینجای کار نشون داده نه، ایشون در عوض دنبال به اصطلاح کامپرومایز بوده، دنبال مصالحه بوده. جلسه ای هم که با پنج تن از فرماندهان ارشد سپاه، اون هم با وساطت آقای خامنه ای، گذاشت. ظاهرا در اون جلسه بیشتر قول داده به اینها یک سری پروژه های کشور رو بده و اونها هم متقابلا کمتر چوبلای چرخش بگذارن. ولی از اون قول و قرارهایی که تا حالا چند بار گذاشتن و به جای هم نمیرسه. من فکر میکنم آقای میبودی، حالا آقای روحانی چه قصدش رو داشته باشه، چه برنامه‌ای داشته باشه، چه نداشته باشه، چه اصلا جونش رو داشته باشه، چه نداشته باشه، برای نجات اون کشور از سرنوشت هولناکی که روبروش قرار گرفته، یک نوع فروپاشی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی که در کمین ایران نشسته، به نظرم هر کسی که مسئول باشه هیچ چاره‌ای نداره جز این که دست این آقایون سپاهی ها رو و بیت رهبری رو باید از اقتصاد ایران کوتاه بکنه. و حالا با این تحریمی هم که در امریکا داره پخته میشه و تصویب شده، حالا ببینیم آیین‌نامه اجراییش چگونه خواهد شد، من فکر میکنم ماجرا به شکل یک باید در میاد. یعنی آقای روحانی در رأس دولت اگر بخواد قدم از قدم ورداره، اگر این تحریم ها از قبل تروریست بودن سپاه تشدید بشه، اون وقت دیگه یک گزینه نیست، یک بایده. یعنی باید دست آقایون رو کوتاه کنه، موضوعی که نمیدونم موفق میشه یا نه، یا حضرات موافقت میکنن یا نه. ولی به نظرم آقای روحانی ممکن است خودش مایل هم نباشه، ولی اگر بخواهد مشکلات مردم رو حل بکنه، چاره ای جز این چاره. تشکر میکنم دکتر محسن سازگار عزیز، از حضور شما سپاس، تا دیدار آینده. ممنون از محبت شما. ارادت بر شما آقای پرویز دستمالچی عزیز. آی دستمالچی خوب هستید شما؟ درود بر شما، امیدوارم حالتون خوب باشه. حالم بهتره ولی کاملا خوب نیستم، اگر وسط برنامه سرفه کردم ببخشید. صدا تو یک کمی ضعیفه، خواهش می‌کنم آقای سپهری یک کمی صدا رو بلندتر بکنن، با صدای آقای دستمالچی رو. خب امروز یه اتفاق جالب افتاد در آلمان، این جوانی که با صندلی رفت به سراغ مردی با قمه که ریخته بود در یک، رفته بود به یک سوپرمارکت، مردم رو مورد هجوم قرار داد، ازش به عنوان قهرمان یاد کردن، آقای توفیق بل. عرب بله، این خبر خوبیه. البته مربوط به دو سه هفته پیش میشه این داستان. بله ماجرا، ولی امروز او رو گویا بهش اجازه داده که دیگه برای همیشه در آلمان بمونه، با اینکه پناهندگیش رد شده بود. خب جناب دستمانچی از اتفاقات در منطقه افتاده که به نظرم خیلی قابل بحثه. یکی این که برای اولین بار خبر شدیم که در جریان عملیات تروریستی گروه داعش و طالبان در شمال افغانستان، 4 کماندوی ایرانی هم کشته شدن که با افغانها همکاری، با طالبان و داعش همکاری داشتن. خبر ناگواری است. مضاف بر این که در عربستان سعودی هم دیدارهایی دست داده بین مقتدا صدر و شاهزاده محمد بن سلمان، یعنی ترکیب گذشته شیعه در برابر سنی داره به هم میریزه. گروه سنی ها سعی میکنن که بخش از شیعیان رو بیارن در اردوگاه خودشون. جمهوری اسلامی هم که در این زمینه خیلی قبلا هم فعال بوده، همکاری با داعش و طالبان. نظرتون چیه؟ من فکر میکنم این اطلاعاتی که اخیراً در رابطه با همکاری جمهوری اسلامی با طالبان در افغانستان و یا حتی با القاعده در بخشای از عراق و سوریه است، اطلاعات جدیدی نیست، کمابیش چنین اخباری میومده. و
ولی از اونجایی که سیاست امریکا عوض شده، یعنی در اون زمان تلاش میکردن این اخبار و چنین اطلاعاتی بیرون زیاد درز نکنه، برای اینکه اون پروسه‌ای رو که میان جمهوری اسلامی و دولت آقای اوباما وجود داشت سر برجام نمیخواستن به خطر بندازن. حالا با این اقداماتی که انجام گرفته، با این سیاست جدیدی که هست، هیچ دلیلی نمیبینن که این کارهایی رو که جمهوری اسلامی میکنه بپوشونن. نه تنها نمیپوشونن، بلکه میارن و در اختیار افکار عمومی میذارن و غیره، برای اینکه بعداً بتواند سیاست هایی رو که در قبال جمهوری اسلامی اتخاذ خواهند کرد و یا الان اتخاذ کردن بهتر توجیه بکنه. آنچه که مربوط به ملاقات آقای مقتدی صدر هست با رهبران عربستان و غیره و نزدیکی اونها و این درخواستش، این درخواست که واحد شیعه نظامی هشت الشعبی میبایستی تعطیل بشه و غیره، ببینید آقای مقتدی صدر خب موقعی که امریکایی‌ها از جمله کارهایی که کردن در عراق این بود که هم با برخی از رهبران شیعه تماس گرفتن و همچنین با بسیاری از رهبران اهل سنت، رهبران قبایل و اینها که سنی مذهب بودن، و به اونها پیشنهاد پولهای بسیار زیاد کردن، از جمله با آقای مقتدی صدر پولای بسیار زیادی دادن تا ایشون آروم بشین. خب حالا با این شرایط من فکر میکنم آقای مقتدی صدر میتونه به راحتی توی این جبهه‌گیری های جدید، موقعی که میبینه وزنه به طرف امریکا و عربستان تغییر کرده، تغییر سیاست بده حتی و به طرف امریکایی‌ها بره، به طرف عربستان سعودی بره و با گرفتن دو مرتبه پولهای چندی میلیونی تغییر سیاست بده و حتی بر علیه جمهوری اسلامی. به هر حال جمهوری اسلامی سیاستی رو دنبال میکنه و با یارانی رو داره انتخاب میکنه که قابل اتکا نبودن و نیستن در جاهای مختلف. هم میبینید موقعی که جمهوری اسلامی سیاستش این استش که بره گروه های گوناگون رو با پول بخره، همواره نیروهای دیگری هستن که پول بیشتری ارائه خواهند کرد و اون نیروهایی که خودشونو با پول فروختن این بار با پول بیشتر خواهند فروخت. بله. در گفتگو بکنیم با آقای پرویز دستمالشی عزیز، شخصیت آزادی خواه و از چهره‌های سرشناس در میان فعالان سیاسی و حقوق بشر. آقای دستمالشی عزیز، 25 سپتامبر کردها اعلام کردند که همه پرسی خواهند داشت، همه پرسی استقلال. فکر میکنید سرانجامی پیدا کنه با این مخالفت هایی که داره میشه؟ و اگر اینها این کارو بکنن پیامدهاش چیه؟ خب پیامدهای سنگینی برای منطقه خواهد داشت، برای اینکه ایران و ترکیه و سوریه اعلام کردن و خود دولت مرکزی عراق اعلام کردن که با استقلال کردستان در شمال عراق و با تجزیه عراق مخالف هستند و جمهوری اسلامی هم با این جریان مخالفه، ترکیه هم همینطور، سوریه هم همینطور، برای اینکه همه اینا کشورهایی هستند که بخشی از کشورشون کردنشینه. من فکر میکنم ببینید که کشورهای اروپایی عمدتاً در جهت پشتیبانی از این کردستان مستقل هستند به دلایل مختلف. شما میبینید که موقعی که مسئله داعش پیش اومد، کشور آلمان رو دارم مثال میخوام مثال بزنم، اینها میلیون ها و میلیون ها یورو کمک کردن به کردها، اسلحه دادن به کردها، اسلحه سنگین به کردها دادن، افسران آموزشی آلمان رفتن کردستان، کردستان عراق و در اونجا به پیشمرگه ها آموزش های نظامی دادن، هنوز هم هستن و میدن و این صحبت بود که از پیشمرگ های
کردستان یک ارتش منظم 200,000 نفره درست بکنه. خب اگر که اروپا و یا آلمان خواهان یک کردستان مستقل نبود، این کمک ها رو به دولت مرکزی عراق میکرد، بانشون دلیلشون این بود که میخواهیم از این راه با داعش مبارزه بکنیم. خب میتونست به دولت مرکزی عراق کمک بکنه، به ارتش عراق کمک بکنه و از کردها هم کمک بگیره و با داعش مبارزه بکنه، ولی این کمک به دولت مرکزی انجام نگیره، در اختیار کردها قرار داده شد. امریکایی هم به تمام این جریان کمک کردن و واقعیت اینه که در حدود 100 سال پیش که امپراتوری عثمانی فروپاشید و از درون اون کشور عراق و سوریه و اردن و لبنان و غیره به وجود اومد، خب این کشورها تا 100 سال پیش وجود نداشتن و در اون زمان این طرح هم وجود داشت که یک بخشی در اختیار کردها گذاشته بشه و یک کردستان مستقل به وجود بیاد، ولی به بنا به دلایل گوناگون میان انگلستان و فرانسه که این تقسیمات جغرافی رو به وجود آوردن، جغرافی های سیاسی رو به وجود آوردن، توافق شد و یک دولت مستقل کردستان رو کنار گذاشتن. ولی خب عملاً الان این وضعیت داره به وجود میاد. حالا اگر به وجود بیاد، ما با یک جنگ باز قومی ملی در منطقه روبرو هستیم. اگرم نیاد، این جنگ، این مسئله جنبش استقلال طلبانه کردستان که سال هاست، دهه هاست ادامه داره، پس از جریان تقسیم امپراتوری عثمانی به این کشورها به وجود اومده و ادامه داره، ادامه خواهد داشت. و من فکر میکنم واقعیت آنچه که وجود داره در منطقه این استش که منطقه با تمام مسائلی که پیش اومده دو تا پیروز داره. یکیش اسرائیل که تقریبا تمام دشمنای اصلیشو مثل عراق، مثل سوریه، مثل لیبی و غیره از دست داده و هیچ خطر جدی دیگه اونو تهدید نمیکنه، در حالتی که 40 سال پیش چنین نبود. و دومین برنده بازی‌های منطقه کردها خواهند بود که به طرف ایجاد یک کشور مستقل خواهند رفت. جالبه، جالبه. همین هم فرمودن اسرائیل. خانم ندا امین، روزنامه‌نگار ایرانی که از ایران رفته بود به خاطر اینکه آثارش اجازه انتشار نمیدادن، رفت به ترکیه، در ترکیه همکاری داشت با نشریه تایمز اسرائیل، همین نشریه که رامین پرام عزیز ما بهش همکاری داره، و دولت آقای اردوغان یک بار خوابنما شد که او جاسوسه، چون برای این مجله اسرائیلی می نویسه، و تصمیم داشتن که روز 5 آگوست رو تحویل جمهوری اسلامی بدن. اسرائیل ها پیش دستی کردن، برای اولین بار به یک نفر پناهندگی ویژه دادن، یک روزنامه‌نگار ایرانی، و ایشون راهی اسرائیل خواهد شد. خیلی خطر از بغل گوش گذشت. با آقای پرویز دستمانچی، تو چه آقای دستمانچی، یه نظرسنجی صورت گرفت توسط یه گروهی به نام پایا در ایالات متحده آمریکا، و در واقع ما رو هزینه کرده بودن، از ایرانی‌ها پرسیده بودن که آیا در اینجا مورد تبعیضی یا نگران تبعیضی. 82% گفتن آری، ما نگران تبعیضی. بخشی قابل توجهی از جامعه ایرانی، یعنی اکثریت، گفته بودن که به خاطر قومیتشون مورد تبعیضند. خب این خیلی عکس العمل شدیدی در بین ایرانی ها ایجاد کرد، چون هدف و قصد این بود که این نظرسنجی روی میز وزارت خارجه و کاخ سفید اینا قرار بگیره. ایرانی ها عکس العمل میشون دادن، در نظرسنجی های مستقل اعلام کردن نه بابا ما اینجا مورد تبعیض نیستیم، مخصوصا در مورد قومیتمون. چون وقتی میگی قومیت یه نفر مورد تبعیض در آمریکا، یعنی شهروندان آمریکا رو دارید متهم میکنید اینکه هنوز در عصر عجر زندگی میکنن، یعنی هنوز با قواعد مدرنیته و تمدن آشنایی ندارن، و این اتهام خیلی سخیف و
فجیعیه برای مردم یک مملکت بزرگ مثل آمریکا. میخوام ببینم شما که بارها به آمریکا سفر کردید، آیا هیچ وقت اینجا به عنوان ایرانی مورد تبعیض بودید؟ یعنی احساس کردید چون ایرانی هستید شما رو نمیخواند یا با فرق میذارن بین شما و خودشون؟ ببینید، من در حدود 20 سال گذشته شاید 30 بار به ایالات متحده امریکا اومدم و در شهرهای مختلف بودم، در کانادا بودم و شهرهای مختلف، چه در کالیفرنیا، چه در قسمت شرق و غیره. من و گفتگوهای بسیار زیادی با ایرانیانی که در اونجا زندگی میکنن داشتم، وضعیت زندگیشون رو دیدم، شرایط حقوقی امریکا رو میشناسم. هیچ وقت این تصور رو نداشتم و واقعی هم نیست که ایرانیان در اونجا مثلا در تبعیض هستن. اتفاقا ایرانیان یکی از موفق ترین گروه هایی هستن که در ایالات متحده هستن و این تبعیض از نظر حقوقی دارم بیان میکنم، نه اینکه مثلا حالا همسایه من احتمالا آدمیست بدندیش. خب این میتونه همه جای دنیا اتفاق بیفته، ربطی نه به ایالات متحده امریکا داره و یا نه به آلمان و فرانسه یا ایران و افغانستان داره. ببینید، تبعیض رو شما کشور ایران رو مقایسه بکنید، مثلا شما تبعیض رو در سراپای نظام جمهوری اسلامی ببینید. مثلا چی؟ مثلا فرض کنید که زنان ایران که 50% جامعه هستن، به دلیل جنسیتشون از حق انتخاب شدن در مجموعه نهادهای پیشبینی شده در قانون اساسی چیز هستن، ممنوع هستن، نمیتونن بکنن. مثلا در شورای خبرگان رهبری، مثلا در مقام رهبری، مثلا رئیس قوه قضاییه یا دادستان کشور و غیره. و یا نه تنها زنان، اهل سنت ایران نمیتونن به این مقام برسن. یا قوانین معمولی رو نگاه بکنید که مثلا زنان اجازه دوچرخ سواری ندارن، باید حجاب داشته باشن، انتخاب آزاد پوشش نمیتونن بکنن، به مثلا ورزشگاه ها نمیتونن برن. خب این همش تبعیضه. موقعیت اقلیت های دینی مذهبی رو در ایران نگاه کنید، حتی اهل سنت رو نگاه بکنید و غیره. خب این نظام سراپا تبعیض آمیزه. شما یک دونه از این بی حقوقی های حقوقی رو میگم، توجه میکنید، در ایالات متحده و یا مثلا در کشورهای اروپایی نمیبینید. حالا ممکنه که مثلا یک نفری یا یکی یا یه عده‌ای نظرات بد داشته باشن، ولی نظرات بد داشته باشن با تبعیض حقوقی متفاوته. در امریکا درست مثلا عکسه. فرض کنید که یه درصدی رو گذاشتن حتما برای اینکه شرکت‌های دولتی که افراد استخدام میکنن حتما از سیاهان امریکا باشه، حتما از زنان باشه، حتما از معلولان باشه. یعنی تبعیض مثبت حتی برقرار کردن از نظر قانونی و این کار. این سخنان، اولا من اون شرکتی رو که دنبال رفته این آمار رو گرفته نمیشناسم که چقدر شرکت جدیست که میتوان به نتیجه کارش استناد کرد، ولی واقعیت اینه که تمام کشورهای دموکراتیک دارای این تبعیضات نیستن. من همین یک سال پیش یک ویدیویی دیدم که گذاشتونن تو همین سایت های اجتماعی که یه دهی در یکی از شهرهای ایران دم مدرسه یک پلاکاتی دستشون گرفتن که ما خانواده دانش آموزان ایرانی نمیخوایم که بچه های افغانی بیان برن تو این مدرسه. شما تصور بفرمایید اگر یه همچین اتفاقی در اروپا بیفته، تو یکی از حالا آلمان، فرانسه و یا حتی در امریکا، اصلا جامعه زیر رو میشه. در ایران هیچ اتفاقی نیفتاد. یعنی شرایط تبعیض آمیزی رو که ما در جامعهمون داریم اصولا با این جوامع قابل مقایسه اصولا نیست، بنیادن دو چیز متفاوت هستن. این که مثلا یک فردی ضد خارجی باشه، این که یک فردی ضد ایرانی باشه، میتونه همه جا باشه.
همچنان که ایرانی ها مثلا اینجا اونجا ضد خیلی چیزا هستن، ولی از نظر حقوقی از نظر قانونی هیچ نوع تبعیضی نیست. شما در ایالات متحده امریکا موقعی که میخواییم برید یه جایی استخدام بشید، اصولا اجازه ندارن که از در مورد دین شما بپرسن. در ایران میپرسن، اصولا اجازه ندارن حتی عکس از شما بخوان، برای اینکه میگن ممکنه عکس در اون کسی که میخواد انتخاب کنه سمپاتی و یا آنتیپاتی به وجود داره. این حرفا به نظر من نادرسته و قابل اثبات و استناد تو این کشورها نیست. آقای دستمالچی عزیز، در این نظرسنجی دو سه تا سوال شده، من میخوام با شما در میان بگذارم. با من تحلیلگر و هوشمند به من بفرمایید که انگیزه و هدفهای سیاسی پشت این نظرسنجی چیه. یک، مردم ایران فقط 57%ش، یعنی ایرانیان مقیم آمریکا، برای ایران دموکراسی میخوان. بلافاصله 55% میگن ما هوادار آقای حسن روحانی هستیم و 6% میگن هوادار آقای خامنه ای. چی به شما میگه این نظرسنجی؟ اولا بس که آقای روحانی و دموکراسی با هم مترادف شدن، یعنی هم وزن و هم سنگ و در دو کفه ترازو. ببینید، اینا میتونه نظرسنجی های هدفمند باشه، یعنی با هدفی ویژه شما میتونید نظرسنجی رو اینچنان یا آنچنان بکنید و به نتایج کاملا متفاوت برسید. نظرسنجی اگر از سوی مؤسسات کاملا مستقل و بیطرف، یعنی و بعد چند مؤسسه انجام نگیره و این نظرات با هم در تطابق نباشه، نمیشه بهش استناد کرد. این که نظرسنجی اومده میگه که 57% ایرانیان برای ایران دموکراسی نمیخوان، یا مثلا 55% آقای حسن روحانی رو میخوان، این در واقع اون نظری است که میخواد بگه که آنچه که در ایران هست ایرانی ها دوست دارن، حتی ایرانیانی که مهاجرت کردن از ایران به دلیل وجود این نظام اومدن خارج ولی معتقدن که مثلا این نظام خوبه. این حرفا نادرسته. ببینید، در دور اول انتخابات ریاست جمهوری آقای روحانی، یعنی حدود 4.5 سال پیش، آماری رو که وزارت امور خارجه در رابطه با شرکت ایرانیان خارج از کشور در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد، اونا میگفتن طبق آمار اونا حدود 4 تا 5 میلیون ایرانی است و 144,000 نفر در سراسر دنیا در انتخابات شرکت کردند که از اونها حدود 60,000 خورده، یا من اعدادو همینطوری میگم، حدود 60,000 خورده یا به آقای روحانی رای دادن، یه بخشی به جلیلی رای دادن، یه بخشی به احمدی نژاد رای دادن و غیره، که از این 144,000 نفری که در سراسر دنیا در انتخابات ایران شرکت کردند، میتوان گفت که نصف بیشتر اونها همین افراد خود جمهوری اسلامی هستند، سفارتخونه‌ها، کار نمیدونم کنسولگری‌ها، کارمنداشون، خانواده‌شون و غیره. یعنی 0.001% شرکت کردن. آخه نمیشه که مثلا 55% ایرانیان خارج از کشور طرفدار آقای روحانی باشن و یا دموکراسی واسه ایران نخوان، بگن همین خوبه، ولی در انتخابات 0.001%شون برن شرکت بکنن و تازه از اون 144,000 نفر از 5 میلیون نفر مثلا 45%ش هم با آقای روحانی رای بدن. این قابل قبول نیست. حداقل با آمار رسمی خود وزارت خارجه جمهوری اسلامی همخوانی نداره. من فکر میکنم یک همه پرسی های هدفمند هست برای اجرای سیاست‌های مختلف. خب این ایرانیایی که اومدن خارج در آلمان زندگی میکنن، در اروپا زندگی میکنن، در ایالات متحده زندگی میکنن، همه از دست جمهوری اسلامی مهاجرت کردن. مگه میشه شما از دست اون مهاجرت بکنی و بعدم وقت طرفدارش باشی؟ خب نمیشه، نمیخوره. من خیلی تشکر میکنم، مثل همیشه بسیار آموزنده.